دست پشت پرده غرب امروز برای شما آشکار بشه، دست پشت پرده‌ای که داره خیلی از مسائل رو به زعم خودش پیش میبره و داره یک سری اتفاقات رو رقم میزنه. شبکه فاکس نیوز چی داره میگه؟ میگه ما در مقابل بدترین تروریسم تاریخمون، میگه انگیزه تمام این آشوب‌ها یک چیز یعنی واضح تر بگه نمیشه امام دوازده. اینجا تخت سیاهشو نصف میکنه، بعد این طرف مینویسه مهدی، نشونهاشو مینویسه، اون طرف مینویسه چی؟ دجال. بعد نشونهای دجال رو مینویسه. بعد چه نتیجه میگیره؟ مهدی زبانم لال همان دجال است. مسلمانان منتظر کیان؟ دجال. خیلی عجیبه، میگه که مهدی آنتیکرایست، ضد مسیح دجاله، و کنار او یه پیغمبر دروغین هم ظاهر میشه، اونم که حضرت عیسی که با حضرت مهدی میگن با حضرت. ببین چطور آماده کردن خودشونو برای ظهور و مهدویت رو اینا به مضحکی گرفتن. و بس بدونید دست پشت پرده اتفاقات دنیا اینا. اینها تخلصی های اینو من عبارتش رو بخونم. Where is خراسان؟ خراسان کجاست؟ What is ISIS؟ ISIS چیه؟ ISIS. Do they match؟ آیا این دوتا با هم مچن؟ چی؟ داعش با کجا؟ خراسان. خراسان با داعش چه ربطی داره؟ دوزاری داری میفتی یا نه؟ یکی از نشانه های زود چیه؟ پرچم ها و یه سیاهه خراسان که در کجا ظهور میکنه؟ در عراق. از سر اتفاق شانسی اینا دیگه، ما طبعا توته داریم. داعش هم دقیقا تو عراق هم. از اون اتفاقی تر پرچماش هم سیاه هم. برست شو؟ از اون اتفاقی تر این اتفاقی تر پرچماش هم چیه؟ سیاه. و تا تایم ماجرا معلوم شد. این تکفیری ها منتظر کیان؟ مهدی هن. چون امامشون سر میبره اینا هم از الان دارن چی؟ حالا یه همچی مردم دنیا، اون مسیحی ها، به جای اینکه منتظر امام مهدی و حضرت مسیح علیه السلام باشن، دقیقا فکر میکنن این دوتا چیشونن؟ دشمنشون. اگرم زور بکنم همون اول شمشیر میکشن جلوی. بعد ما لالمونی گرفتیم نشستیم سر جا. اینطور امام زمان ما تحت حجمه رسانه، حتما باید حجمه شمشیر بشه تا بفهمی. آقا چیکار کنیم؟ کلیپ بسازید، اینترنت رو پر کنید، از شبکه‌های مجازی که اینا ساختن و علیه خودشون استفاده بکنید. چون اروپایی بگه آقا بگید دروغ دارن بهتون میگن، اصلا امام مهدی بیاد با شما نمیجنگه. امام مهدی بیاد با کی میجنگه؟ با داعشی ها میجنگه. چون امام زمان اولین جنگش با کیاست؟ با سفیانیه. ما تطبیق نمیدیم، اما اگه قرار داعش
شبیه به چیزی باشه به منتظران مهدی شبیه نیست. به چی شبیه؟ به سفیانی بیشتر شبیه. و جالبه تو روایت های ما میگه سفیانی و دجال دستشون توی کاسه است. و جالبتر باز میگه وقتی اینا مهدی و مسیحی رو بگن میشن نعوذ بالله دجال و یکی میشه دستیار دجال، باید یه مسیح مثلا قلابی رو کنه به عنوان مسیح اصلی دیگه، درسته؟ جاره ما تو روایت ها مسیح دجال هم داریم، مسیحی که دجال بگن مسیحش چی شو؟ ببین امام زمان و حضرت مسیح منجای واقعی هم میگن یه نفر هم میاد خودشو مسیح جا میزنه که اینو کی رو کرده؟ دجال. الان اینا میگن چی میگن؟ میگن اون مهدی دجال، مسیح دستیارشه، مسیح واقعی دست ماست. کاملا برابر چرخوندن. به اینترنت که دسترسی دارید که زیر نویس کنید انگلیسی، عربی، فرانسه، هر چی بلدید کلیپ بسازید، خب معرفی کنید کیو؟ همون کسی که چی؟ ترهو اوریان قتلو اتشان امام حسین معرفی کنید و مردم دنیا بفهمونید. بگید آی مردم دنیا، ما منتظر همین آقایی، او با شماها کاری نداره، با بچه کشا کار داره، با هیچ کدوم. آی مردم دنیا، ما منتظر اون آقایی هستیم که همین داعشیان ما رو دارن میکشن، دستشون برسه زبانم لار، او رو هم میخوان به شهادت برسونن. پس او حسابش جداست. اینا پرچم های سیاه نیستن. اگر هم کسی بخواد پرچم های سیاه باشه، ماهاییم که پرچم عزای حسین در روز اربعین به دست گرفتیم. امام حسین رو معرفی کنید، به مردم دنیا بگید، انگلیسی بلدید، بگید ما منتظر سان آف منیم، پسر انسان که تو انجیل آمده 85 بار اسمش اومده، و قطعا اون عیسی نیست، چون عیسی سان آف گاده، پسر خدا. خدای ما حکیم بود، میخواست اسم بیاره، میدونست اینا بعدن به عیسی میگن خوان بگن خدا. به منجی نگفت، منجی گفت چی؟ سان آف من، پسر انسان. اون آیه انجیل رو براش بیارید که حضرت عیسی میگه من و پسر انسان با هم میاد. بگیم تو منتظر سان آف گاد باش، ما منتظر کیم؟ سان آف منیم. سان آف من با مسیحی ها کاری نداریم. بهشون بگید پر کنید به انگلیسی، بزنید به زبان میاد. آقا هو ایز امام حسین؟ امام حسین کیه؟ هو ایز مهدی؟ هو ایز سان آف من؟ اینا که معرفی کنید، پخش کنید. یه زبان این ساده انگلیسی میخونید، همه بلدن، خیلی کلاس زبان میرن و این چیزا ساده، خیلی نمیخواد چیز پیچیده باشه. بلد نیستید برید پول بدید جا رو ترجمه، بگید این کلیپ زیرنویس فارسی شده، برای ما دقیق انگلیسی ترجمه کن. یکی بعد دستون برمیاد که هیچ کدوم این دستون بر نمیاد، کلیپ کسی دیگه تولید کرده پخش کن تو اینترنت. نمیشه هیچ کاری ازت بر نیاد. پیام کربلا رو که میتونی به گوش مردم دنیا برسونی، کاری که از زینب انجام داد، این وظیفه من تو امروز. کلام دور امام حسین ما اومده گفته آقا دین ندارید، خیلی قشنگه حرفا. چرا؟ چون خیلی کسایی که مخاطب ما امروز دین ندارن تو دنیا، میگیم آزاد مرد باشید، بچه رو کشتن نامردی. وظیفمون عزیزم، ما اون دنیا پوستمون رو میکنن اگه همین چهار تا کار آسونم انجام ندید. برید با مرامای دنیا رو پیدا کنید، برید حرای دنیا رو پیدا کنید، خوشگل کلام حسینی رو برسونی، کفششو میندازه تو گردنش برمیگرد. پس اینه که ابا امام حسین میشه کلید رمز ظهور.